خب ببینید بچه‌ها، میخوام در رابطه با عمود منصف ها صحبت کنیم. باز یکی از مهمترین مفاهیمی که ما نیاز داریم بدونیم توی بحث ترسیمات. خب ببینید، قبلا بچه‌ها تعریف عمود منصف چی بود؟ عمود منصف میگفتیم پاره خطی است که بر یک خط وارد میشه، بر اون عمود میشه و اون رو نصف میکنه. عملا این بود تعریف چی؟ تعریف عمود منصف. پس یه بار دیگه، عمود منصف یک پاره خط چی بود؟ خطی است که میاد بر اون پاره خط عمود میشه و اون رو نصف میکنه. چیزی که دارین تو تصویر هم میبینید شما. خب حالا دقت بکنید بچه‌ها، من میخوام یه مقدار تعریف ها رو تقریبا شروع کنیم عوضشون بکنیم و عوض کردن، چون اینا به دردم توی اثبات خیلی نمیخوره و مجبورم تعریف های جدید رو مثل نیمساز که تعریفش رو عوض کردیم، گفتیم مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو ضلع زاویه به یک فاصله است. خب بریم سر وقت این قسمت. میگه پاره خط آبر در نظر بگیر، عمود منصفش رو مانند شکل رسم کردیم، یک نقطه مثل W دلخا اومدیم چیکار کنیم بچه رو عمود منصف انتخابش کردیم. میخواییم نشون بدیم که W از دو سر پاره خط به یک فاصله است. یعنی بچه ها، من اگر بیام W رو وصل بکنم به A، از W وصل بکنم به A و وصل بکنم به B، میخوام در اصل نشون بدم که AW برابر چی هست؟ برابر با BW هست. اینو میخوام به عنوان یک حکم اثباتش بکنم و نشون بدم که این به چه صورت اتفاق میفته. خب بریم بچه ها سر وقت مفروضات مسئله. بچه ها W کجا قرار گرفته؟ روی عمود و منصف. وقتی روی عمود منصف قرار گرفته، پس اگر من اینجا رو مثلا H بنامم، H1 H2، چه اتفاقی میفته؟ زاویه H1 و H2 90 درجه هستن، پس با هم دیگه برابرن. بعد چون باز روی عمود منصفه، یعنی خط WH که الان من رسم کردم پاره خط آبر رو به دو قسمت مساوی تقسیم کرده، پس AH با BH چی هست؟ برابره. و WH هم مشترک. خب در اصل بچه داریم چیکار میکنیم؟ مگه نمیخوام من یک برابری رو نشون بدم؟ پس کافیه من چیکار بکنم؟ کافی است من نشون بدم که دو تا مثلث AWH و BWH با هم همنهشتند، که بعد در سایر اجزاء متناظرش بیام بگم که AW و BW با هم دیگه چی هستن؟ با هم دیگه برابرن. بریم سر وقت اثبات. خب بگیم چی آقا؟ بگیم که WH مساویه با WH، چون مشترکه بین هر دوتاشون. بعد بگیم زاویه H1 مساویه زاویه چی هست؟ H2 هست. مساویه چند مقدارش بچه ها؟ 90 درجه. و در این حال چون WH عمود منصف آب هست، پس پاره خط آب رو نصف کرد. یعنی به عبارت دیگه بچه AH با BH برابره. پس در حالت دو ضلع و زاویه بین، دو تا مثلث AWH هم نهشته با مثلث BWH. و وقتی این دو تا مثلث با هم دیگه هم نهش بشن، در سایر اجزایشون چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که AW مساوی با BW است. و این دقیقا اثباتی هستش که من نشون دادم که نقطه دلخواهی که روی عمود منصف در نظر گرفتم از دو سر پار خط آب به یک فاصله است. درست شد؟ پس من اینو از این به بعد تو ذهنم میسپارم که هر نقطه روی عمود منصف از دو سر پار خط به یک فاصله. اینو تو ذهنتون داشته باشید. خب بریم سر وقت قسمت بعدی. مثل نیمساز که صحبت کردیم، یه بار گفتیم نقطه دلخارون نیمسازه، بعد نشوندیم به یک فاصله است، بعد دوباره یه نقطه گفتیم از دو سر زاویه به یک فاصله است پس روی نیمسازه، میخوام یه همچین کاری هم با این قسمت بکنم. پس نتیجه اولم، اگر نقطه روی عمود منصفه یک پاره خط قرار داشته باشد، از دو سر پاره خط به یک فاصله است، ثابت شد. بریم به قسمت بعد.
میخوام بگم حالا پاره خط AB و نقطه W را به گونه ای انتخاب میکنیم که نقطه W از A و B به یک فاصله باشد، یعنی WA با WB برابر، چیزی که تو شکل دارید میبینید، یعنی WA با WB چی باشه؟ برابر باشه. میخوام نشون بدم که W روی عمود منصف AB است. خب اینو خوب دقت بکنید بچه ها، توجه بکنید به این قضیه. بازشون حرف از برابری هست، من باید برم سر وقت چی دست به دامن هم نهشتی ها بشن. توی این قسمت بچه ها دقت بکنید، ما فرض می کنیم که خط WM مثلا توی این تصویری که دارید می بینید توی شکل، ببینید WM اومده آب رو نصف کرده، یعنی نصف کردن رو در نظر می گیریم، نشون میدیم که چی هست؟ فقط عموده. و اگه بگیم عموده یه کار تمامه، درست شد؟ خب دقت بکنیم، میگیم نقطه از نقطه W میاد چی کار میکنیم؟ فاصلهش یا عمودی رسم میکنیم به عبارتی بر AB، که یه خطی رسم میکنیم بر AB که M هست. و M دقیقا کجاست؟ M وسط پاره خط AB است. پس ما میگیم وسط AB رو پیدا میکنیم و از W به M چی کار میکنیم بچه ها؟ وصل میکنیم. دو تا مثلث داریم، مثلث AWM BWM. من اگه نشون بدم این تو مثلث با هم همنشن، اولا کار تمام شده است. همنشن هم توی تو شکل میدید خیلی ساده میشه. چرا؟ چون WA با WB که طبق فرض خودش گفته با هم برابر هستن اینجا. قبول؟ بریم قسمت بعد. WM هم که مساوی با WM، چون مشترکه در هر دوتاشون. و قسمت آخر، چون وسط M وسط AB هست، پس AM با BM هم چیه؟ برابره. پس دو تا مثلث WAM و WAM و WMB با هم چی هستن؟ در حالت سزل با هم چی؟ با هم چی میشن؟ هم نهش میشن. پس در سایر اجزایشون M1 با M2 برابره. خب چه کار داشت به عمود بودن؟ بریم سر وقت بقیهش. میگه آقا M1 به علاوه M2 180 درجه است، زاویه خطه، درسته؟ پس M1 برابر M2 180. وقتی که M1 با M2 برابر باشه، پس مثلا به جای M2 میذارم چی؟ M1. پس میگم دو تا M1 میشه چند؟ 180 درجه. پس M1 میشه 90 درجه. پس M1 هم چون با M2 برابر بود، پس M2 هم میشه 90 درجه. پس در نتیجه M1 و M2 چی هستن بچه‌ها؟ عمود هم شدن، زاویه 90 درجه ساختن. پس WM علاوه بر این که وسط بود، یعنی نصف کرده بود، اومد عمود هم با توجه به این صحبت شد. قبول؟ پس من اینجا نشون دادم که الان چی؟ یه جنبندی بکنیم دو تا قسمت رو. ما الان گفتیم که هر نقطه‌ای که روی عمود و منصف قرار گیرد از دو ضلع یا از دو سر پاره خط به یک فاصله است، و الان گفتیم که هر نقطه‌ای که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد روی عمود منصف است. قبول؟ خب پس نتیجهش اگر نقطه از دو سر یک پاره خط به یک فاصله باشد، روی عمود منصف آن قرار دارد، و نتیجه آخری که داریم میگیریم باز میشه تعریف عمود منصف. میگیم هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط باشد از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است، و هر نقطه که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد روی عمود منصف قرار دارد. پس بچه ها از این به بعد یاد داشت بکنید، تعریف عمود منصف میشه چی؟ مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد. پس چی شد؟ یک بار دیگه یادداشت بکنید، تعریف عمود منصف مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد. درست شد؟ پس ما از این بعد این تعریف رو به عنوان تعریف عمود منصف برمی‌داریم. پس بچه‌ها ما دو تا تعریف رو عوض کردیم، یکی تعریف نیمساز، یکی تعریف عمود منصف. تعریف نیمساز شد مکان هندسی نقاطی از صفحه یک زاویه که از دو ضلع زاویه به یک فاصله است، و تعریف عمود منصف شد چی؟ مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو سر پاره خط به یک فاصله است. پس دقت کنید چون دارم با مفهوم فاصله ها کار میکنم. قبول؟ خب پس این هم شد چی؟ تعریف عمود منصف. خب میگه یک نقطه رو در صفحه در نظر بگیرید و خطی بکشید که از آن نقطه عبور بکند. خب پس بچه چند تا خط میتونیم ترسیم بکنیم؟ خب اینجا بچه یه خورده
بیایم سر وقت یه سری مسائل ابتدایی تر، خود ذهنتون خستگیش در بیاد. میگم اگر شما یک نقطه در صفحه یا یک نقطه در فضا داشته باشید، حالا اینجا بحثش صفحه هست، تو فضای آرسه هم یا فضای سه‌بعدی هم این اتفاق میفته. در فضا یا در صفحه اگر شما یک نقطه داشته باشید، چند تا خط میتونید ازش بگذرونید؟ طبیعتاً بی شمار خط. شما این نقطه در نظر بگیر، بی شمار خط میتونه چیکار کنه بچه‌ها؟ از این عبور بکنه. درست شد؟ خب حالا بگیم که از هر دو تا نقطه چند تا خط میتونیم عبور بدیم؟ از هر دو نقطه در صفحه یا در فضا فرق نمیکنه، چند تا خط میتونیم عبور بدیم؟ طبیعتا میشه چند تا بچه‌ها؟ یه خط. این یکی از اصول اقلیدوسه بچه‌ها، این هم در جریان باشید. حالا چون رشتتون ریاضی هست اینو بدونید بد نیست که اقلیدوس اومد چیکار کرد. اقلیدوس اومد هندسه رو، یه مشکلی که در بحث هندسه پیش اومده بود این بود که یه سری قضیه ها رو می‌خواستن اثبات بکنن، میدن که توی اون اثبات قضیه ها و یا اثبات اون مسئله ها به مسئله‌ای برمی‌خوردند که قبل از اون اثبات نشده بود، و تا زمانی که اون مسئله ثابت نمی‌شد مسئله اصلی بدون اثبات باقی موند. اقلیدوس اومد چیکار کرد؟ اقلیدوس اومد کاری که انجام داد این بود که مسئله ها رو حذف کرد، حذف کرد، حذف کرد، تا به جایی رسید که 5 تا مسئله مون که این 5 مسئله به عنوان 5 اصل اقلیدوس در نظر گرفته شد، که این 5 اصل اثبات هم نداره و به عنوان اصول اقلیدوس مطرح شد. بعد تمام قضایا از اینجا به بعد همشون به کمک این 5 اصل یا قضایایی که به کمک این 5 اصل ثابت شده بودن قابل اثبات بودن. و به نوعی میشه گفت بچه‌ها به صورت سلسله مراتبی و سلسله وار پشت سر هم اومد قضیه ها رو اثبات کرد که به این مشکل بر نخوریم که قضیه رو پیدا کنیم یا قضیه رو ببینیم که به کمک مسئله مثلا به وجود بیاره که اثبات نشده باشه و گیر بکنه اثبات مسئله. این کاری بود که اقلیدوس انجام داد و یکی از این اصول دقیقاً همینه. میگه از هر دو نقطه در صفحه دقیقاً یک خط خواهد گذشت. شما ببینید دو تا نقطه A و B رو داریم، فقط میتونیم یه خط از این دو تا بگذاریم. یه اصله. اصول هم بچه‌ها اثبات نه، از نظر شهودی کاملاً پذیرفته شده است. خب قسمت بعد میگه که به نظر شما برای اینکه یک خط به طور کامل مشخص باشد حداقل چند تا نقطه نیاز داریم؟ خب چند تا نقطه بچه‌ها؟ 2 تا نقطه. پس اگه من بخوام از هر 2 تا نقطه یه خط میگذره، و اینکه از هر برای اینکه بخوایم 2 تا خط رو یه خط رو نشون بدیم کافیه چی داشته باشیم بچه‌ها؟ کافیه 2 تا نقطه از اون خط رو داشته باشیم. وجود 2 تا نقطه از اون خط باعث میشه که من بتونم خط رو ترسیم کنم. یه راهنمایی بکنم، یه چیزی بهتون بگم قبلا دیدید. یادتون هست می‌خواستید معادله خط بنویسید، گفتین یکی از حالتاش اینه که 2 نقطه از اون خط معلوم باشه، به خاطر اصل اقلیدوس بود. چون هر خط از برای ترسیم یه دونه خط من حداقل 2 تا نقطه از اون رو نیاز دارم، یا به عبارت دیگه طبق اصل اقلیدوس از هر 2 تا نقطه یک دونه خط می‌گذره. قبول؟ پس بچه‌ها این باعث میشه که من به کمک اصل اقلیدوس حتی معادله خط رو هم بتونم بنویسم که قبلا شما خوندید و نوشتید تا حدودی، و این بار هم باز ادامه دار خواهید خوند این مسائل رو. بریم سر وقت مسئله بعدی. میگه پاره خط آبه را در شکل در نظر بگید، دهانه پرگار رو بیش از نصف آبه باز کنید و یک بار از نقطه آ و بار دیگر همان اندازه از نقطه بی کمان بزنید تا دیگر در نقطه یو و و قطع کند. چیزی که اینجا دارید میبینید. خب میخوام چیکار کنم بچه‌ها؟ بریم به چه سمتی حرکت میکنیم؟ بریم به سمت این که دوباره میایم سر وقت عمود منصفه. یادتون هست این چیزی که نوشتیم به تعریف عمود منصف خیلی شبیه بود. ما میخواییم روش ترسیم عمود منصف رو عملا صحبت بکنیم و بحث بکنیم. خب نگاه بکنید، بگیم که من اگه این کار انجام بدم، وقتی دهانه پرگار رو عوض نکنم، دهانه پرگار رو کمی بیش از نصف طول پارخط تا به بازش میکنم و میذارم نقطه آ یک همان میذارم نقطه بی یک همان میذارم، در نقطه یو و هم دیگر رو چیکار میکنم بچه‌ها؟ قطع میکنن این دوتا. خب بریم سر وقت بعد. میگه طول پاره خط آیو و بیو چی هست؟ خب بچه‌ها قاعدتا آیو و بیو باید با هم برابر بشن. چرا؟ چون بدون اینکه کمان ها رو اندازه هاشو عوض بکنم یا دهانه پرگار رو عوض بکنم، اومدم تو نقطه آ کمان زدم، باز بدون که عوضش بکنم همون رو بردم تو نقطه بی. پس به عبارت دیگه بچه‌ها الان اینجا میشه شعاع آر، اینجا هم میشه آر، همون شکلی که اول چیز دیدیم، اول بحثمون دیدیم. اینجا هم به همین ترتیب آر
آر. قبول؟ خب پس به عبارت دیگه فاصله آیو و فاصله بیو و همچنین فاصله آوی و فاصله بیوه با هم چی هستن؟ با هم دیگه برابرند. خب طول پارخطا چیه؟ پارخط آیو و بیو با هم برابرند، دهانه پرگار برای رسم تغییر نکرده. خب آوه و بیوه هم به همین ترتیب باز دوباره با هم برابرند چون دهانه پرگار تغییر نکرده. بچه شما یاد چه تعریفی میندازه؟ تعریف چی؟ مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد. ببینید آیا میتوان گفت که نقاط یو و ب روی عمود مناسب پاره خط آب قرار دارد؟ چرا؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه از دو سر پاره خط به یک فاصله، زیر او یو از دو سر پاره خط به یک فاصله هستند. پس طبیعتاً یو و و چی هستن؟ روی پاره خط قرار دارند. عمود مناسب پاره خط آب رو رسم بکنید، از یو به و وصل می‌کنید و این عمود مناسب ترسیم میشه. بچه‌ها یه چیز دقت کردید؟ می‌خوام الان ترکیب کردم اصل اقلیدوس رو با چی؟ با این بحثی که اینجا گفتیم. ما اینا گفتیم برای هر خط ترسیمش نیازمند این هستیم که دو تا نقطه از اون خط رو داشته باشیم. درسته؟ این اصل اقلیدوس بود. حالا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که اومدیم دهانه پرگارمون رو باز کردیم، کمی بیش از نصف دو تا کمان برداشتیم زدیم. بعد این کمانهایی که زدیم رو خوب دقت بکنید، در نقطه یوبه با هم دیگه برخورد کردن. حالا که با هم دیگه برخورد کردن چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که نقطه یوبه دو تا نقطه به وجود بیاد و یوبه اگر من یه خط ازش رد از هر دو تا نقطه‌ام طبق اصل اقلیدوس میتونم چیکار کنم؟ یه خط بگذرونم. وقتی یه خط رو گذروندم پس نتیجه میگیرم که چی؟ این پاره خط حالا یوبه یا خطی که از یوبه گذشته در اصل عمود مناسب پاره خط آب است، چون دو سر پاره خط هم به یک فاصله است. اینا صحبتایی بود که کردیم و در موردشون چی؟ تعریف‌ها رو عوض کردیم توی قسمت عمود مناسب. پس میگیم نقاط یو و و رو به هم وصل می‌کنه تا عمود مناسب پاره خط آب ایجاد بشه. خب پس بچه با ترجمه صحبت مراحل ترسیم عمود مناسب چی شد؟ میگیم دهانه پرگار رو کمی بیش از نصف پاره خط آب باز میکنیم، در از نقطه آ میذاریم یک کمان میزنیم، تو نقطه بی میذاریم یک کمان میزنیم، محل برخورداشون رو مثلا یووه نامگذاری میکنیم. خطی که از یووه میگذره طبق اصل اقلیدوس میشه چی؟ همون میشه چی؟ عمود مناسب پاره خط آبه. درست؟ خب بریم سر وقت موضوع بعدی. این بار میخوام بچه من الان تا الان نیمساز و دقیق بحث کردم، عمود مناسب رو هم دقیق بحث کردم. حالا میخوام برم سر وقت چی؟ رسم خط عمود بر یک خط و رسم خط موازی با یک خط. خب بچه رسم خط عمود دو مرحله داره، دو مدل داره. مدلاش چجوری هست؟ یه بار میگم که میخوام از یک خطی مثل دی دارم و یه نقطه مثل ام روی اون خط، میخوام چیکار کنم؟ یه عمود خارج بکنم. پس چی شد؟ مسئله اول، میخوام یه خط مثل دی دارم و یه نقطه مثل ام، میخوام یه عمود بر خط دی رسم بکنم که از ام بگذرد. این اولی مسئله. قبول؟ مسئله دوم این هستش که سری بعد خط دی رو دارم، یه نقطه خارج از اون خطه و میخوام یه خط رسم بکنم، عمود بر دی که از اون نقطه خارج از اون بگذره. پس من دو تا مسئله دارم. یک بار رسم خط عمود بر یک خط از یک نقطه روی آن. حالا فعلا این هسته اینا رو ردش کنم تا بفهمیم. و مسئله بعد این چی هست؟ رسم یک خطی رسم خط عمود بر یک نقطه از یک نقطه غیر واقع بر یک آن، پس بر آن خط. پس میخوام بچه چیکار کنم؟ این دوتا مسئله رو مطرح بکنم. حالا برگردیم سر بحث خودمون اینجا. ببینید بچه ها، من اگر قرار باشه یه خطی داشته باشم مثل دی و این نقطه مثل ام روی اون باشه و بخوام یک عمودی از این بگذرونم، بچه ها نگاه کنید، من الان در مورد عمودها در مورد چیاشون خوندم؟ من عمود و مناسب رو خوندم و گفتم و روش ترسیم عمود مناسب. همونطور که میدونید بچه ها، عمود مناسب مربوط به یک پاره خطه. یعنی شما باید برای پاره خط آب عمود مناسب رسم بکنید، برای خط که نمیتونید عمود مناسب رسم بکنید. چرا؟ چون خط تا بی نهایت امتداد داره
و این امتدادش تا بی نهایت باعث میشه که وسط این خط مشخص نباشه. قبوله؟ خب ببینید بچه ها، طبق صحبتی که الان کردم گفتیم اصول اوکلیدوس چی میگه؟ اصول اوکلیدوس اینو میگفتش که ما میاییم مسئله هامون رو به گونه ای مرتب میکنیم که سلسله وار حل بشن پشت سر هم. خب الان بچه ها من مسئله ای در مورد عمود دارم و فقط هم در مورد عمود بودن یک خط بر یک خط دیگه، فقط در مورد چی؟ عمود منصف اطلاعات دارم، یعنی رسم عمود منصف بر یک پاره خط. پس بچه ها باید مسئله فعلی رو چیکار کنم؟ هلش بدم به سمت مسئله پاره خط ها و عمود منصف اونها. میام چیکار میکنم بچه ها؟ خط دی رو شما دارید تو تصویر میبینید، این خط دی تا بی نهایت هم از دو طرف امتداد داره، چون میبینید خط تا بی نهایت چیز داره، امتداد داره. خب چیکار باید بکنم؟ باید بیام یه پاره خطی روی این خط دی جدا کنم که با جدا کردن پاره خط روی خط دی بعد بیام عملیات ترسیم یک عمود منصف پاره خط رو چیکار کنم؟ رسمش بکنم و پیاده سازیش بکنم. پس ابتدا میام پاره خط درست میکنم. نقطه M رو در نظر بگیرید. تو نقطه M میایم چیکار میکنیم؟ دهانه پرگار رو به اندازه دلخواه باز میکنیم، میذاریم در نقطه دی یک دایره میزنیم. پس ببخشید یه بار دیگه، در نقطه M پس دهانه پرگار رو به اندازه دلخواه، حالا خیلی زیاد هم باز نمیکنیم دیگه، به اندازه دلخواه باز میکنیم، میذاریم در نقطه M یه دایره میزنیم. این دایره بچه ها خط دی رو در نقطه A و B چیکار میکنه؟ قطع میکنه. پس در نقطه A و B قطع کرد. چه اتفاق افتاد؟ تونستم روی خط دی یه پاره خط آب جدا کنم. حالا میام چیکار میکنم تو مرحله بعد؟ دقیقا میدونیم که M کجاست بچه ها؟ M دقیقا وسط آب است، چون شعاع به عنوان مرکز قرار گرفته و اون دایره که داریم میزنیم ام آ و ام بی چی از شعاهای دایره هستن دیگه. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ پس وقتی من این پاره خط رو جدا کردم، حالا میام عملیات رسم عمود منصف رو برای پاره خط آب انجام میدم، یعنی به عبارت دیگه دهانه پرگار رو کمی بیش از نصف این آبی که الان اینجا هست، بیش از نصف پاره خط آب باز میکنم، میذارم تو نقطه آیه کمان میذارم، میذارم تو نقطه بیه کمان میزنم. و وقتی که این کمان ها رو زدم، کمان ها در دو تا نقطه هم دیگر رو قسم میکنن، این دو تا نقطه رو با یه خط به هم وصل میکنم، اسم خطش هم میذاریم L. الان بچه ها خط L عمود بر D هست و به عبارت دیگه چی هست بچه ها؟ عمود منصف پاره خط آب. خب پس و دقیقا هم از نقطه M میگذره. چرا از نقطه M میگذره بچه ها خط L؟ چون گفتیم هر دو نقطه روی هر نقطه‌ای که روی عمود مناسب شما در نظر بگیرید از دو سر پاره خط چیه بچه ها؟ از دو سر پاره خط به یک فاصله است. خب نقطه M هم دقیقا وسط دیگه، پس از A و B به یک فاصله هستش. پس قطعا نقطه خط L از نقطه M خواهد گذشت. و اولا چی شد بچه ها؟ خط L عمود بعدی رسم شد و از نقطه M هم گذشته. پس این شد چی؟ روش ترسیم. یه بار دیگه سری مرورش بکنیم. میگیم چی کار میکنیم؟ نقطه M روی خط D هست. نقطه M وقتی روی خط D باشه میام چی کارش میکنم؟ دهانه پرگار به اندازه دلخواه باز میکنم، میذارم در نقطه M یه دایره میزنم تا یه پاره خط هست تو خط D بکشم بیرون. بعد میام مراحل ترسیم عمود منصف و برای پاره خط آب اجرا میکنم، یعنی دهانه پرگار رو کمی بیش از نصف باز میذارم تو نقطه آ کمان، تو نقطه بی کمان، دو تا نقطه قطع میکنه، خط ال رو که از این دو تا نقطه میگذره رسمش میکنم و قطعا از نقطه ام خواهد گذشت. خب پس مراحل رسم خط عمود بر یک خط از یک نقطه روی آن شد چی؟ خط دی و نقطه ام روی آن مفروض است، به مرکز ام و شعاع دلخواه دایره رسم میکنیم تا خط دی رو در نقطه آب قطع کنند، خط ال عمود منصف آب را رسم میکنیم که خط L بر D عمود است و از نقطه M هم میگذرد، چیزی که تو شکل دارید میبینید. خب این از این قسم. بریم سر وقت مسئله بعدیمون، یعنی رسم یک خط عمود بر یک خط از یک نقطه خارج آن یا غیر واقع بر اون. میگیم خط D رو و نقطه T رو که غیر واقع بر اون هست رو در نظر بگیرید، مانند شکل
چک بالا هست، این خط تی هست و باز خط دی رو داره که خط تی نقطه تی غیر واقع بر تی هستش. میخوایم چیکار کنیم بچه ها؟ دوباره یه عمود رسم بکنیم، باز میریم سر وقتش این مسئله رو خلش میدیم به مسئله پار خطا. میریم چیکار میکنیم؟ میگیم دهانه پرگار رو این بار کمی بیش از فاصله خط نقطه تی تا خط دی باز میکنیم. پس چی شد؟ دهانه پرگار رو کمی بیش از فاصله تی تا دی باز میکنیم، یک کمان میزنیم، یک دایره میزنیم. وقتی این فاصله بچه ها بیشتر که باز بشه، در دو تا نقطه مثل ای و بی چیکار میکنه؟ قطع میکنه. قبوله؟ پس چیکار کردم؟ روی دی اومدم یه پاره خط جدا کردم. حالا میام چیکار میکنم؟ تو گام بعدی، تو گام بعدی میام میگم که مراحل ترسیم عمود منصف رو برای چی پاره خط آب استفاده میکنم. بچه ها قطعا نقطه تی روی عمود منصف پاره خط آب قرار میگیره. چرا؟ چون وقتی دهانه پرگار رو باز کردم و دایره یا حالا کمان که داره تو شکل میبینید رو زدم در نقطه A و B قطع کرده، چون اینجا شعاهای همون دایره هستن، پس تی A با تی B برابره. یعنی به عبارت دیگه فاصله نقطه تی از دو سر پاره خط هم به یک فا اندازه است. و دقیقا این تعریف چی بود؟ تعریف عمود منصف. حالا فهمید چرا تعریف عمود منصف رو عوضش کردم و با این تعریف کار میکنم؟ چون این تمام مسئله هم به کمک این تعریف داره حل میشه. خب پس میگیم که نقطه تی به شعاع بزرگتر از فاصله تی تا یه دایره رسم می‌کنیم، نقطه آب قطع می‌کنم، دو تا نقطه آب از نقطه تی به یک فاصله هستن چون شعاع‌های دایره‌اند. حالا عمود مناسب پاره خط آب رو رسم می‌کنیم. حالا آیا که خب به روش قبلا آموختیم و قبلا گفتیم چجوری رسمش می‌کنیم، بعد میگیم آیا تی آب عمود مناسب پاره خط آب از تی می‌گذره؟ قطعا جواب مثبته، زیرا فاصله تی از دو سر پاره خط آب بی بچا به یک اندازه است. درسته؟ خب و همطور که دارید میبینید تو تصویر هم، پس عمود مناسب پاره خط آب خطی است که بر دی الان عمود شده. بچه ها این خطه میبینید، خط ال هم بر دی عمود شده و هم از تی گذشته. قبول؟ پس دوباره جمع بندیش، پس روش خط رسم کردن خط عمود بر یک خط از یک نقطه غیر واقع بر اون، میام چیکار میکنیم؟ خط دی رو در نظر میگیریم، نقطه تی خارج از اون رو هم بچه در نظر میگیریم، میایم دهانه پرگار رو کمی بیش از فاصله تی تا دی باز میکنیم، یه دایره میزنیم، پاره خط آب ایجاد میشه. پاره خط آب وقتی ایجاد شد میتونم مراحل ترسیم عمود مناسب رو برای پاره خط آب چیکار کنم؟ استفاده بکنم. پس من عمود مناسب پاره خط آب رو رسم میکنم که اون خط الی هستش که شما در تصویر میبینید، این خط ال رو، و این خط ال هم بر خط دی عمود شده و هم از نقطه تی گذشته. خب حالا بچه ها میخوام چیکار کنم؟ این بار میخوام مسئله رو یه جور دیگه عوضش بکنم و ترسیم رو انجام بدم. میخوام این بار از یک خطی که دارم و یک نقطه خارج از اون خط بیام یه خط موازی با این خط رسم کنم. دقت کردید؟ یک بار دیگه دقت بکنید. میخوام این بار چیکار کنم؟ این بار میخوام یه خطی مثل دی دارم، یه نقطه مثل تی خارج از اون هست و من میخوام چیکار کنم؟ از نقطه تی یه خط موازی این بار با خط دی رسم کنم. خب بیایم اول یه خود در مورد مسئله صحبت بکنیم و ببینیم اصلا به چه طریقی میخوایم این کار رو انجام بدیم. بعد اون وقت میریم سر وقت بحث دیگه، بحث ترسیممون. درست شد؟ خب ببینید بچه‌ها، من برای اینکه این کارو انجام بدم چی کار باید بکنم؟ من یه مسئله ای داشتم، اگه خاطرتون باشه از سال هشتم اگه اشتباه نکنم، توی فصل هندسه که توی یکی از فصلاتون بود، میگفتیم که اگر دو خط موازی باشد و یک خط بر یکی از اون خطوط عمود بشود، بر دیگری هم عمود است. قبوله؟ پس ما اینو چی داشتیم؟ چی داشتیم پس؟ میگفتیم که یه بار دیگه بگیم، میگفتیم اگر من یه خط داشته باشم، دو خط موازی داشته باشم که یه خط بیاد بر یکی از این دو خط عمود بشه، قطعا بر دومی هم عموده. من میخوام از این قاعده استفاده کنم و بیام یه خط موازی بر اون رسم بکنم. یعنی بچه چی شد؟ پای عموده اومد وسط دوباره.
قبول؟ خب ببین چجوری این کار رو انجام بدیم. اول میگیم که بچه فرق میایم چی کار میکنیم؟ میایم میگیم که مگه خط نقطه تی خارج از خط دی نیست؟ هست دیگه. میایم ابتدا مراحل ترسیم رسم یک عمود از یک بر یک خط از یک نقطه خارج از اون رو چیکار میکنیم انجام میدیم. یعنی چی بچه ها؟ یعنی میام دهانه پرگار رو کنیم بیش از فاصله تی تا دی باز میکنم، کمان میذارم، کمان آبر رو که در نظر گرفتم، پارخط آبر رو که در نظر گرفتم، عمود محاسب پارخط آبر رو رسم میکنم که خط دی یک به وجود میاد. پس بچه ها برابرش که کار در کلاس قبل گفتیم، میایم چیکار میکنیم؟ خط دی یک رو به گونه‌ای رسم میکنیم که از نقطه تی بگذره و بر خط دی چی باشه؟ عمود باشه. یعنی همون چی؟ ترسیمه. چی؟ ترسیمه یک خط عمود بر یک خط از یک نقطه خارج آن. قبول تا اینجا؟ پس بچه دی یک رو فهمید چجوری رسم شد. دی یک به کمک قبلی. این بار چه اتفاقی افتاده بچه ها؟ الان من دی یک رو دارم به عنوان یه خط جدید که نقطه تی روی اون خطه. قبول؟ پس این بار خط دی یک رو دارم که نقطه تی روی اون خط هست. پس میام تو گام بعد چی کار میکنم؟ تو گام بعدی میام میگم که حالا میام رسم میکنم یک خطی رو عمود بر یک خط از یک نقطه روی آن. پس بچه ها ترکیب دوتا مسئله قبلیم چی شد؟ دوتا مسئله قبلیم میتونه من نیم ساز رو بده. یعنی چی؟ یعنی این که میام خط عمود بر یک خط از یک نقطه خارج اون رو یک بار اجرا میکنم، بعد خط رسم عمود بر یک خط از یک نقطه روی آن رو اجرا میکنم، و در نهایت چه اتفاقی میفته بچه ها؟ در نهایت اتفاقی که میفته این هستش که میایم شکل رو بیارم براتون. خب نگاه کنین، پس خط دی یک رو اول اومدیم از نقطه تی خارج از اون رو رسم کردیم یک عمود برش کسی باشیم دی یک، بعد نقطه تی الان روی دی یکه، حالا میام چیکار میکنم؟ عمود رسم میکنم بر خط دی یک از نقطه تی که روی آن قرار گرفته. یعنی بچه دهانه پرگار رو بنزه دلخواه باز میکنم، تو نقطه تی میذارم، یه کمان میزنم، مثلا فرض کنید یه همچین چیزی تا پاره خط آب ایجاد بشه، بعد که پاره خط آب ایجاد شد میام دهانه پرگار رو کمی بیش از نصف باز میکنم و کماناشو میزنم توی که تو شکل دارید میبینید، بعد دوتا نقطه محل برخورد میشه. خط دیدو رو از این دوتا نقطه ای که محل برخورد هستن چی کار میکنم؟ رسم میکنم. خب چه اتفاقی افتاد؟ الان خط دیدو بچه ها با خط دی موازی است. چرا موازیه؟ چون خطی است که اومده، یه خط اومده بر هر دوتا خط عمود شده، پس دوتا خط با هم دیگه چی هن؟ موازی هن، برعکس اون مسئله در است. مگه دوتا خط داشته باشیم، یه خط بیاد بر هر دوتاشون عمود بشه، آنگاه آن دو خط موازی هستند. خب من این شکل خلوتش بکنم، درست شد. پس این طریقه ترسیم یه خط موازی با یک خط شد. پس بخواییم جمع جورش بکنیم میگیم چی؟ میگیم نقطه تی خارج از خط دی قرار گرفته، از نقطه تی خط دی یک رو بر خط دی عمود رسم میکنیم، سپس از نقطه تی خط دی دو را بر خط دی یک عمود رسم میکنیم. همونطور که دارید تو تصویر میبینید، از آنجایی که دو خط دی و دی دو بر خط دی یک عمود هستن، پس با هم موازی هستن. پس خط دی دو از نقطه تی میگذرد و با خط دی هم چیه بچه ها؟ موازی است. پس ترکیب دوتا مسئله قبلی با هم شد. بریم سر وقت تمرین ها. تمرین اول میگه فرض کنید هر چهار ضلعی که قطرهایش منصف هم باشن متوازی الاضلاع است. درست شد؟ پس اصلا این کلن یک چیز هایی که از خواص متوازی الاضلاع است که شاید تو فصل سوم که بهتون وعده دادم توی بحث چند ضلعی هستن چیز میکنیم، صحبت میکنیم. شما قبلا این مسئله رو خوندید، ما اونجا اثباتش هم میکنیم تو فصل سوم. پس میگه آقا هر چهار ضلعی که قطرهاش منصف یکدیگر باشن، بچا عمود نه ها، عمود نه، منصف یکدیگر باشند متوازی الاضلاع است. حالا میگه متوازی الاضلاع رو رسم کنید که تا
طول قطرهای آن 4 و 5 باشند. چند متوازی الاضلاع با طول قطرهای بخش 4 و 7 باشند؟ چند متوازی الاضلاع به طول قطرهای 4 و 7 میتوان رسم کرد؟ خب ببینیم بچه ها، اول شما من بگید قطرها مگه قرار نشد همدیگر رو نصف بکنن؟ یعنی به عبارتی دوتا خط چی هستن؟ متقاطعند. قبوله تا اینجا؟ پس دوتا خط یعنی دوتا قطرها به عبارتی با هم چی هستن؟ با هم دیگه متقاطعند. من چند تا خط متقاطع میتونم رسم بکنم؟ دو خط متقاطع با هم بی نهایت تا میتونم خطای چی متقاطع. شما در نظر بگیرید دو تا خط متقاطع رو، دو تا انگشت شما تا خط در نظر بگیرید، به بی نهایت حالت اینا میتونن چیکار کنن؟ همدیگر رو قطع بکنن. میبینید؟ خب حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام طول قطرها 4 و 7 باشه. قطرها همدیگر رو نصف هم میکنن، قبوله؟ پس وقتی قطرها دارن همدیگر رو نصف میکنن بچه ها، چه اتفاقی داره میافته؟ نصف کردن قطرها با هم، نصف کردن قطرها یعنی اینکه محل برخورد دوتا خط چی هستش؟ نصفش یه طرفه، نصفش یه طرف، یعنی همین دیگه، چون قطرها همدیگر نصف کردن، نصفش یه سمت، نصف دیگرش یه سمت دیگه است. خب پس من میام چیکار میکنم؟ دو تا خط متقاطع هر جوری که دلم بخواد رسم میکنم. بعد میام چیکار میکنم؟ چون به من گفته قطرها باید 4 و 7 باشند، میام دهانه پرگارم رو، خوب دقت کنید بچه ها، دهانه پرگارم رو به اندازه نصف مثلا قطر 4 باز میکنم، چند 2، میام سوزن پرگار رو میذارم تو نقطه او، یک کمان به اندازه 2 سانتی متر روی اون دوتا خط رفت میکنم. بذارید قبل از اینها چون این شکل رو شما ببینید، من یه بار همجوری سوری رسمش بکنم که متوجه مفهوم سوال بشید. ببینید من دوتا خط دلخواه برمیدارم، دوتا خط متقاطع رسم میکنم، پاکش بکنم که درست درات. این دوتا چی؟ من قبلیاشو ببرم. خب ببینیم بچه ها، من میام دو تا خط متقاطع دلخواه رسم میکنم، محل برخوردشون رو هم او نام گذاری میکنم، این شد چه تا خط متقاطع. میام دهانه پرگارم رو، مگه نگفته قطر 4 سانتی متر و 7 سانتی متره؟ بچه ها نصف 4 میشه چند؟ میشه 2. نصف 7 هم میشه چند؟ میشه 3.5. میام دهانه پرگار رو به اندازه 2 سانتی متر باز میکنم، میذارم توی نقطه O. خب بنزه، پس دهانه پرگار بنزه 2 سانتی متر باز میذارم تو نقطه O، روی این خط یک کمان، روی این خط یک کمان میذارم. پس بچه حالا اینجا شد چی؟ این شد 2 سانتی متر، این هم این طرف هم شد چی؟ 2 سانتی متر. پس دهانه پرگار رو باشتم، سوزن پرگار تو نقطه او، روی یکی از این خطا بنزه 2 سانتی متر از این طرف، 2 سانتی متر از این طرف جدا کردم، قبول. سری بعد میام چیکار میکنم؟ سری بعد میام دهانه پرگار رو بنزه 3.5 سانت باز میکنم، با سوزن پرگار رو میذارم روی نقطه او، این بار روی این یکی خط به اندازه چقدر؟ به اندازه 3.5 سانتی متر، 3.5 سانتی متر جدا میکنم، این 3.5 سانتی متر، اینم 3.5 سانتی متر. حالا بچه ها محل برخورده ها رو که دارید میبینید، از اینجا میام به این وصل میکنم، به این وصل میکنم، به این وصل میکنم و به این شکلی که این شکل چیه؟ یک متوازی الاضلاع. و چون من میتونم به حالتهای دلخواه این خطهای متقاطع رو، مثلا یکی میاد اینجوری رسم میکنه، یکی میاد اینجوری رسمش میکنه، خیلی به هم نزدیکتر رسمش میکنه، چون حالتهای مختلف میتونم من این کار رو انجام بدم، پس بی نهایت حالت وجود خواهد داشت. من پاک کنم به صورت چیز ببینیدش. خب من میتونم تو حالتهای متفاوت این رو، همونطور که میبینید دو خط متقاطع رو در نظر بگیرم، ابتدا پار خط آب رو به طول 4 سانتی متر مثلا و وسط آن را او مینامم، حال پار خط ام ان را به طول 7 از نقطه او چنان رسم میکنم که نقطه او وسط آن باشد. بچه‌ها خود سخت میشه این چیزی که ترسیمی که حالا توی
این روش ترسیم گفته. اونی که بهتون گفتم خیلی راحت‌تر و مطمئن‌تر هم هستش. دست همینه ها، فقط چون داره با خطکش کار میکنه، ولی با پرگار خیلی بهتر شما میتونید کار رو انجام بدید. دست وقتی که به گونه رسم می‌کنیم 7 سانتی متر در نقطه او چنان رسم می‌کنیم که نقطه او وسط آن باشد، یعنی 3.5 دیگه. و چهار ضلعیه A M B N که حالا تو شکل‌ها دارید می‌بینید چی هستن؟ متوازی الاضلاع هستن که با بی نهایت حالات هم قابلیت چی دارن؟ ترسیم رو خواهند داشت. خب بریم سوال بعدی. میگه فرض کنید هر چهار ضلعی که قطرهایش با هم برابر و منصف هم باشند مستطیل است. مستطیل است کنید که طول قطر آن 6 سانتی متر باشند. خب این خیلی راحته بچه‌ها، به کمک باز هم متوازی هست و این دقیقا یکی از ویژگی ها هستش. بچه حواستون باشه، ما تو فصل سوم در مورد این صحبت خواهیم کرد. یه مستطیل چهار ضلعی است که قطرهاش چی هستن؟ قطرهاش با هم برابرن و منصف هم هستن، هم دیگر هم نصف کنن هم برابرن. خب بچه اینجا چه صحبتی کرده؟ گفته که طول قطرها 6 سانتی متره. اولا چه اطلاعاتی من داده؟ یا طول قطر وقتی 6 سانتی متره چون قطرها با هم برابرند، چون قطرهاش با هم برابر هستن، پس در از طول دو تا قطر رو من داده. سوال قبلیاتون از طول دو تا قطر داده بود دیگه، گفته بود 4 و 7. حالا این بار دیگه نگفته 4 7 جفتشون چنده؟ 6. هر دو تا 6 ان. چرا هر دوشون 6 ان؟ چون مستطیل قطرهاش با هم برابره. پس دوباره میام چیکار میکنم؟ میام دو تا خط متقاطع دلخواه دوباره رسم میکنم. این بار دهانه پرگارم و محل برخوردش هم بچه‌ها او بنامیم. دهانه پرگار ما به اندازه چند سانتی متر باز میکنم بچه‌ها؟ 3 سانتی متر. بعد میذارم توی نقطه O 3 سانتی متر رو اینجا دار میکنم، 3 سانتی متر رو اینجا دار میکنم، 3 سانتی متر رو اینجا دار میکنم و 3 سانتی متر هم روی اینجا دار میکنم. حالا اگه شکلم من خود چیز نیستش بچه‌ها، خدا که ابزار من دقیق نیست، شما الان با ابزار دقیق این کارو انجام بدید با پرگار و چیز دقیق به دست میاد. بعد شکلی که ترسیمش میکنم وقتی اینا رو به هم دیگه وصل بکنم چی میشه بچه‌ها؟ شکل حاصل یک مستطیل خواهد شد. خب پاک کنم شکل رو چیز ببینید. میگیم افتا پاره خط آب رو به طول 6 سانتی متر رسم کرده، وسط اون رو او مینامیم، سپس پاره خط ام ان را به طول 6 سانتی متر چنان رسم کنیم که او چی باشه؟ وسطش باشه، یعنی 3 سانت بالاش بیافته 3 سانت پایین بیافته. چهار ضلعی که شما دارید میبینید یک مستطیل خواهد درست شد. پس این شکلایی هم که دارید میبینید و چند تا حالت بی نهایت حالت باز بچه قابلیت چی داره؟ ترسیم داره. چرا؟ به خاطر اینکه مستطیل دقیقا این متوازی الاضلاع، چون مستطیل از خانواده متوازی الاضلاع است و قطرش فقط همدیگر چکار کردن؟ قطرش به همدیگه فقط برخورد کردن، نصف شده و نصف شده همین و برابر هم هستن. این اطلاعات هستی در مورد مستطیل میتونیم چیکار کنیم شما داشته باشید. خب سوال بعدی میگه فرض کنید برای لوزی بودن یک چهار ضلعی کافیست قطرهایش بر هم چی باشن؟ عمود و منصف یکدیگر باشن. پس یکی اصلا ویژگی های لوزی بچه اصلا همینه، چهار ضلعی که قطرهاش عمود و منصف یکدیگر هم هستند. خب میگه یک لوزی رسم کنید که قطرهای آن 3 و 5 باشه. خب بچه دوباره 3 و 5 داده، فقط این بار بچه خوبیش به چیه؟ این هستش که مثلا شما میایید خط 5 سانتی متری رو رسم میکنید، بعد خط 3 سانتی متر وسط 5 رو به دست میارید که میشه حالا 2.5. بعد چیکار میکنید؟ یه خط 3 سانتی متری رسم میکنید، خیلی ساده. پس میگه که ابتدا پاره خط 5 سانتی متری رو رسم میکنیم، سپس خط L عمود و منصف AC رو رسم میکنیم و وسط آسه رو ام مینامیم. حال روی خط ام چیکار میکنیم؟ روی خط ال پاره خط ام بی رو و ام دی رو به طول 1.5 سانتی متر در طرفینش جدا میکنیم و قطر چهار ضلعی و این قطرها چهار ضلعی آب سده عمود منصف یکدیگر هم، پس این چهار ضلعی یک لوزی است. پس بچه دقیقا میشه گفت چی؟ دوباره به همون روند چی داریم میریم؟ به همون روندی که قبلا گفتیم، میایم خط 5 سانتی متری رو رسم میکنیم، عمود منصفش رو رسم میکنیم، یه خطی مثل ال میشه. بعد که عمود منصف خطش رو ال رو رسم کردیم که پاره خط رو آسی اینجا نامگذاری کردیم، میایم دهانه پرگار رو به اندازه 1.5 باز میکنیم. چرا 1.5 بچه؟ چون نصفه، اینجا چون 3 بوده
به خاطر اینکه اینجا 3 هست میایم دهانه پرگاه به اندازه 1.5 باز می‌کنیم، سوزن پرگاه می‌ذاریم تو ام، می‌بندیم یک کمان 1.5 بالا، یک کمان 1.5 پایین می‌زنیم، محل ب و د نامگذاری می‌کنیم، بعد از ب به آ و س، از د هم به آ و س وصل می‌کنیم و در نهایت لوزی ایجاد خواهد شد. خب میگه این بار یک لوزی به طول ضلع 5 و قطر و طول قطر 6 رسم کنه. بچه این مسئله جالبه. ببینید بچه ها تعریف لوزی چی هست؟ میگیم لوزی متوازی الاضلاعی است که اضلاع آن با هم برابرند. به عبارت دیگه بچه ها وقتی میگه طول ضلعش 5ه، در اصل داره چیکار میکنه بچه ها؟ واسه من به من میگه که در اصل چی؟ تمام اضلاعشون 5 سانتی متر هستن. یه چیزی رو دقت بکنید بچه‌ها، یه اساساً به لوزیه کار نداشته باشیم. یه لحظه متوازی الاضلاع بکشیم ما اینجا. بچه‌ها متوازی الاضلاع اگر من بیام یکی از قطراش رو رسم بکنم چه اتفاقی میفته؟ قبول دارید دو تا مثلث ایجاد میشه؟ دو تا مثلث خواهم داشت. خب این دو تا مثلثی که شما دارید میبینید منو یاد چی میندازه؟ من اگه بخوام این لوزیه رو رسم بکنم عملا ترسیم مثلث نیست؟ یعنی یه مثلث انگار که من یه مثلث دارم که قطرش مثلا فرض کنید 6ه، یکی از اضلاعش 6ه و دو ضلع دیگرش چنده؟ 5ه، که هم بالا اینجوری هست هم پایین این اتفاق داره میفته. پس من میتونم خیلی راحت اینو رسمش بکنم، قبوله؟ خب حالا ببین برای ترسیمش چیکار میکنیم. برای ترسیمش چیکار میکنیم بچه‌ها؟ میگیم که ابتدا میایم قطر مثلا چی رو میکشیم؟ قطر 6 سانتی متری رو رسم میکنیم، یعنی آثار رو به عنوان قطر 6 سانتی متری در نظر میگیریم. درست شد؟ پس پارخط آسه به طول 6 سانتی متر میکنیم. بعد میایم چیکار میکنیم بچه‌ها؟ عمود منصف خط ال رو که آسی هست رو رسمش میکنیم، همونطور که دارید میبینید. حال به مرکز سی و شعاع 5 سانتی متر میایم چیکار میکنیم؟ دایره های رو ترسیم میکنیم تا خط ال را در نقطه ب و د قطع کند. از آنجا که قطرهای یک چهار ضلعی عمود منصف یک دیگر هستن، این چهار ضلعی یک لوزی به ضلع 5 و قطر 6ه. بچه ها میتونیم این یه روشه که اینجا مطرح کردم، یه روشم که دوباره من قبلش بهتون گفتم، میتونیم چیکار کنیم؟ دو تا روش میتونیم ترسیم بکنیم. یکی از روش هایی هست، من پاکش بکنم، روش قبلی که خودم گفتم یه بار دیگه توضیح بدم. میام چیکار میکنم بچه ها؟ یه پاره خط مثلا فرض کنید آ سه رو در نظر میگیرم به اندازه 6 سانتی متر. این 6 سانتی متر. دهانه پرگار رو به اندازه 5 سانتی متر باز میکنم، دهانه پرگار رو به اندازه 5 سانتی متر باز میکنم، میذارم رو نقطه سی، یک کمان میزنم، میذارم بدون اینکه عوضش بکنم، میذارم تو نقطه آ هم یک کمان میزنم. خب بچه اینجا دوتا نقطه های مثلا ب و دی هستند که چه اتفاقی افتاده بچه ها؟ قبول دارید که فاصله آ ب و فاصله آ سه 5 سانتی متر دیگه، این خورده شکلم، و همچنین فاصله اینجا میارم اینجا حالا شکلمو بزرگتر می‌کنم 6 سانتی مترش، و فاصله آد و فاصله سد هم مقدارش به اندازه چیز دیگه به اندازه 5 سانتی متر. چرا؟ چون شعاها 5 سانتی متر. پس همه اینا چی هستن؟ 5 سانتی مترن. و در اصل همین بچه ها میتونه ترسیم رو تکمیل بکنه، یعنی بدون اینکه نیاز باشه من عمود منصف رو ترسیم بکنم. یکی از روش‌ها این هستش که خیلی سریع‌تر هم به جواب میرسونه. پس من قطر 6 رو رسم میکنم، دهانه پرگار به اندازه 5 باز میکنم، هم تو نقطه آ کمان هم تو نقطه بی کمان، بعد میام این نقطه ب و د به دست اومده رو به آ و سی رسم میکنم، دی هم به آ و سی رسم میکنم، چهار ضلعی آ به سده یک چی هستش بچه ها؟ یه دونه لوزی هست. و این یک روش. یه روش دیگه هم که دوباره براتون نوشتیم چی هست؟ این هستش که من بیام خط آسر رو یا قطر آسر رو رسم بکنم، بعد بیام عمود منصف آسر رو رسم بکنم، و وقتی عمود منصف آسر که خط ال هست رو رسم کردم، بیام دهانه پرگار رو به اندازه 5 سانتی متر باز کنم، یا از آ یا از سی فرقی نمی کنه، از هر کدومش بذارید درسته، یک کمان میزنم و
اینجا میشه محل بیودی من که اون رأسای دیگه لوزی خواهد بود. یه خورده طولانی تره بچه ها این روشش به خاطر رسم عمود منصف که باید کمان بزنید، شما باید سه بار کمان بزنید، دو تا کمان بزنید که عمود منصف آسه رو رسم بکنید، یه کمان هم بزنید که نقطه پنج رو به دست بیارید. من فکر کنم اون روند قبلی خیلی راحت تر باشه و شما راحت تر به جواب برسونه. میگه سوال بعد میگه دو ضلعه یک زاویه را در نظر بگیرید، نقطه بیابید که فاصله آن از دو ضلع زاویه مورد نظر دو واحد باشد. بچه شما رو چی میندازه؟ ببینید دو تا ضلع زاویه، مثلا یا کنید زاویه X و Y رو شما در نظر بگیرید تو شکل. بچه خب میخواد چی؟ نقطه رو پیدا کنیم که از دو ضلع زاویه که فاصله 2 سانتی متر باشه. میتونیم چیکار کنیم بچه ها؟ من این مسئله هم میتونم یه مدلی که حلش بکنم چیه؟ این هستش که بیام وقتی از لا نیم خطای OX و OY رو ترسیمشون کردم، با ترسیم OX دو تا خط دارم. یادتون هست دومین مسئلهی که مطرح کردیم چی بود؟ این بود که بیام فاصله یکسان از یک خط رو در نظر بگیرم. یادتون هست؟ فاصله یکسان از یک خط گفتیم میشن دو تا خط موازی با اون خطه. حالا اینجا چی از من خواسته؟ نقطه خواسته که فاصلش از دو ضلع زاویه به اندازه دو باشه. پس میام چیکار میکنم بچه ها؟ میام نیم خط OX هم که تصویر میبینید و در نظر میگیرم، به فاصله 2 سانتی متر خط L1 و L2 رو برایش چیکار میکنم؟ برایش موازی رسم میکنم. بعد یه بار دیگه میام چیکار میکنم؟ برای نیم خط OY رو در نظر میگیرم و میام چیکار میکنم؟ L1 پریم و L2 پریم رو موازی با خط OY رسم میکنم و محل برخورد این خطای موازی که نقطه چین هست میبینید، نقطه A رو همونطور تو تصویر دارید میبینید شما، چی هستش؟ نقطه A دقیقا میشه نقطه‌ای که هم از این ضلع به اندازه، هم از ضلع OX به اندازه 2 سانتی متر فاصله داره و هم از ضلع چی؟ OY به اندازه 2 سانتی متر فاصله داره. خب پس این یکی از روش هاش بود. خب بچه اگه دقت بکنید باید شما رو یاد چیزم بندازه ها، یاد نیمسازم بندازه ها، رو بریم سراغ قسمت بعد. یه با استفاده از نقطه‌ای که در قسمت الف یافتید نیمساز زاویه رو چیکار کنید؟ رسم بکنید. خب این نقطه آ رو وقتی به دست آوردیم بچه طبق تعریفمون یادتون هست گفته بودیم چی؟ هر نقطه روی نیمساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است. خب الان دقیقاً شما اینجا فاصله اش 2 و 2 هست و من از نقطه O به A وصل بکنم بعد امتدادش بدم میشه چی؟ میشه نیمساز زاویه X و Y من. پس اینم چی شد؟ این شد این بنای دیگه اومد بحث رسم نیمساز رو از یه مدل دیگه مطرح کرد تو این سوال. خب میگه به قسمت الف پاسخ دهید و از نتیجه آن در قسمت B استفاده کنید و تری مانند آب از یک دایره در نظر بگیرید. پس من سوالم اینجوری هستش که قسمت الفش اول پاسخ میدم بعد میام ازش استفاده کنم برای قسمت B. میگه و تری مانند آب از یک دایره در نظر بگیرید، وضعیت عمود منصف آب و مرکز دایره نسبت به هم چگونه‌اند. خب ببینید بچه‌ها، من الان یک دایره رو در نظر بگیرم، یه و تری مثل آب رو دارم که یه دایره دارم، یه بطری مثل آبه رو هم درونش دارم. عمود منصف آبه رو رسم کردم بچه ها. چه اتفاقی افتاده؟ عمود منصف پاراخط آبه بچه ها قبول دارید که اگه از او به آ و بی وصل بکنم همونجوری تو تصویر دارید میبینید مقدارشون با هم برابره و مقدار آر رو خواهم داشت، درسته؟ چون شعاع هستن دیگه. و طبق تعریف باز عمود منصف چی داشتم؟ میگیم هر نقطه روی عمود منصف و دو سر پاره خط به یک فاصله است. پس قطعاً عمود منصف پاره و تر آب از مرکز دایره باید بگذره. چرا؟ چون از دو سر پاره خط که همون شعاع هست به یک فاصله است. قبول؟ پس بچه‌ها خطچین چه اتفاقی میفته؟ حتما از مرکز دایره میگذره. یه نتیجه بخوایم همینجا بگیریم، نتیجه‌مون چی باشه؟ خواهیم چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ میگیم آقا شما اگر هر وتری رو
که دلخواه باشه در یک دایره رسم بکنید، هر وتر دلخواه در یک دایره رو شما رسم بکنید، عمود منصفش رو رسم بکنید، قطعا عمود منصفه از مرکز دایره میگذره. پس چی شد؟ عمود منصف تمام وترهای دایره از مرکز دایره میگذرند. چرا؟ چون اگر از مرکز دایره به دو سر اون وتر وصل بکنید، چون مقدارش با شعاع برابری میکنه، پس از دو سر پاره خط به یک فاصله خواهد بود، پس قطعا عمود منصف از مرکز دایره خواهد گذشت. این نکته مهمیه، ذهنتون باشه. پس قسمت الف نتیجه رو گرفتم بچه، تو قسمت الف نتیجه گرفتم که هر نقطه تمام عمود منصف وترها از مرکز میگذرن. به این قسمت بعد آیا می دونستی که در زمین فوتبال نقطه پنالتی مرکز دایره است که قسمتی از قوس آن در جلوی محوطه جریمه کشیده شده است؟ نگاه بکنید یه لحظه، این رو میگه مرکز این دایره است که چیکار کرده بچه هم؟ که دقیقا این قوسی که اینجا دارید میبینید نقطه پنالتی مرکز این دایره است. تو شکل نگاه بکنید، نقطه پنالتی مرکز این دایره است. جالب بود نه؟ خب حالا ببینید چجوری ترسیمش بکنیم. میگوییم این هستید که اتفاق افتاده. حالا میگه که مسئله اینجوری مطرح میکنه، میگه یه داور فوتبال لحظه ای که اعلام میکنه پنالتی متوجه میشه نقطه پنالتی مشخص نیست. یعنی بچه اون نقطه سفید پنالتی که الان جا تو تصویر رو میبینید نقطه پنالتی مشخص نیست. میگه اگر اون وسایل لازم برای کشیدن خط راست و کمان دایره رو داشته باشد، چگونه میتواند با استفاده از قوس جلوی محوطه 18 قدم نقطه پنالتی رو مشخص بکند؟ پس الان چی شد بچه ها؟ الان نقطه پنالتی از بین رفته. الان داور میخواد چیکار کنه؟ داور میخواد واسه من بیاد اون نقطه رو پیدا بکنه. چجوری این کار انجام میده اگه ابزار داشته باشه؟ با توجه به صحبتی که کردیم الان گفتیم تمام وترها از مرکز میگذرن، میایم چیکار میکنیم بچه ها؟ میایم مگه اینجا یه کمان نیستش؟ یه کمان دیگه. میایم دو تا وتر دلخواه رو رسم میکنیم. نگاه کنید این دو تا وتر دلخواه رو رسم میکنیم. خب بعد عمود منصف این دو تا وتر رو رسم میکنیم. وقتی عمود منصف دو تا وتر ال و ال پریم رو رسم کردیم، تو نقطه‌ای که به هم میخوام میافتن عمود منصف از مرکز میگذرن، مرکز دایره میگذرن. پس وقتی ال و ال پریم با هم برخورد بکنن، اون نقطه برخورد دقیقا مرکز اون دایره است و میتونه به این طریق این کار رو انجام بده. خب بچه ها خسته نباشید، پایان درس اول و ترسیم ها رو رسیدیم. در درس دوم انشالله بحث استدلال ها رو خواهیم داشت. خسته نباشید.